در مورد یکم اسپریچوالیتی و مثلا این چون میگم تو کلمه فارسیش ندارم چی باشه ولی اگزیستنشیالیست. من اشاره کردم مختصر به بخشی از افتخاراتی که فیلم داشته و جوایزی که به دست آورده. این چگونه صورت میگیره؟ خود شما این فیلم کوتاه رو یا نقاشی متحرک کوتاه رو میفرستی به فستیوال ها؟ چگونه این انجام میشه و به شما اطلاع میدن برنده شدید یا کارتون رو در نمایشگاهی یا و یا فستیوالی به نمایش میذارن؟ خب یه سری فستیوال ها رو خودمون میفرستیم، یعنی بیشترش خودم میفرستم، ولی یه سریشو از طریق دانشگاه فرستاده میشه. یه سری فستیوال وقتی وارد فستیوال میشین مثلا یه سری کانکشن و کانتکت درست میکنیم، یک نفر مثلا کاتالوگ از یه فستیوال دیگه میاد کاتالوگ مثلا این فستیوال رو میبینه، میگه مثلا من این فیلم ها رو میخوام، ایمیل بهت میزنم و میگم میشه فیلمتو داشته باشیم و یه همچین داستانیه. پروسسش تقریبا همینه، ولی بیشتر خودمون باید بفرستیم، مثلا تو مثلا پروژه کوچیک که مثلا دایرکتور مثلا 30% کار پروژه رو انجام داده. آقای دولت‌آبادی، الان که شما تحصیلاتتون تموم شده چه کار میکنید؟ آینده رو چگونه میبینید؟ قصد دارید به عنوان یک کارگردان هنری و یا خالق نقاشی های متحرک به کجا برسید؟ من بیشتر دوست دارم این آزادی، یعنی امیدوارم بتونم این آزادی رو برخوام داشته باشم که رو هر پروژم به خاطر تکنیک بلد هستم کار نکنم، به خاطر تکنیک میخوام رو اون پروژه، به خاطر اون داستان و اون احتیاجی که اون داستان داره. مثلا ما این داستان رو داریم و این داستان قراره مثلا استاپ موشن یا لایو اکشن یا مثلا تکنیک‌های مختلف درست شده باشه، این آزادی رو داشته باشم که اون تکنیک‌های مختلف رو مثلا اکسپریمنت بکنم، امتحان بکنم و یاد بگیرم و انجام بدم، نه اینکه مثلا همیشه مثلا این کار فریم نقاشی همین تکنیک برای خودم انتخاب کردم همین کار رو ادامه دادم. دوستان برای پروژه مختلف کارهای مختلف انجام بدم، اونها به یه همچین جای رسیدن یکم سخته، چون مردم معمولا بهت کار سفارش میدن بابت کاری که قبلا انجام داده شده، منتها نه به خاطر کاری که میخوای انجام بدی، یعنی ثابت کردن یکمی سخته ثابت کردن اون کار. آیا برنامه‌ای در آینده دارید به کشورهای دیگری سفر کنید، به کمپانی‌ها و شرکت‌های در کانادا و یا آمریکا بپیوندید؟ کانادا رو خیلی دوست دارم برم، منتها مطمئن نیستم. من احتمالاً برم یه مدتی لندن کار بکنم، این تو فکرم هست. آمریکا هنوز مطمئن نیستم به خاطر شرایط الان، کار گرفتن و ویزا گرفتن و اینا فکر نکنم آسون باشه، چلنجش یکم سخت‌تره، حداقل شاید چند سال دیگه آسون‌تر بشه برام، ولی فکر کنم کانادا یک از جاهایی که دوست دارم برم. ولی به صورت فریلنس اگه من کار بکنم، دوست دارم برای شرکت‌های مختلف کار بکنم و جاهای مختلف دنیا داشتم برم. آقای رضا دولت‌آبادی، از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. ما این قسمت رو با پخش فیلم انیمیشن شما، فیلم نقاشی متحرک کوتاهتون با نام خدا به پایان می‌رسونیم. شب خوبی رو در اسکاتلند داشته باشید. خیلی ممنون. قربان شما. خدا حافظ. We'll be right back.